بسم الله الرحمن الرحیم پیشا پیش ایام ولادت با سعادت مولای ما حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علی که در این هفته هست تبریک و تهنیت عرض می کنم لازم میدونم از ملت بسیار بزرگ و شریف و فهیم ما که در این مقطع بسیار حساس تاریخی به سخنان معاندین و اونهایی که با جمهوری اسلامی ایران همیشه رابطهشون رابطه دشمنی و زدیت بوده گوش ندادند و دیروز به همدلله یک روز بسیار پرنشاتی رو مردم آفریدند با حضور وسیع و آبرومندانه خودشون که خب با اون تصمیمی هم که ستاد ملی کرونا گرفته بود یه شرایط بهتری هم از نظر آغاز ساعت رایگیری هم از نظر پایان ساعت رایگیری مهیا کرده بود و مردم الحمدلله پروتکل های بهداشتی که حالا در برخی از زمینه ها تا 95 درصد هم مردم مراعات کردن پروتکل ها رو مثلا در زمینه ماسک زدن و به حمد این انتخابات خوب دیروز برگزار شد و ان شاء نتایجش هم امروز اعلام خواهد شد که مردم مطلع خواهند شد قبل از هر چیز باید از حضور مردم و دقت مردم و زمانشناسی مردم در این مقطع تاریخی تشکر بکنیم سپاسگزاری بکنیم از صدا و سیما از همه دستگاه های تبلیغاتی از نامزدهای محترم همه آمدند به صحنه تا اینکه این فضا ساخته شد خب بیش از همه توصیه های مقام معظم رهبری برای حضور مردم در این انتخابات و من در همین جا تشکر میکنم از وزارت بهداشت درمان که خیلی تلاش کرد قرارگاه دیگران و همه اینهایی که یاری کردند که در این انتخابات پیک جدیدی شکل نگیره اگر ما این روزها شاهد یک پیک جدید بودیم کار ما بسیار سخت میشد و بنابراین وزارت بهداشت درمان ما و همه عزیزانی که دارن مبارزه میکنن با این ویروس سهم بسیار خوبی داشتن برای اینکه انتخابات با شکوهی دیروز اجرا بشه و عملیاتی بشه و همینطور تشکر میکنم از همه عزیزانی که در طول این 7 سال برای فضای سایبری، فضای مجازی تلاش کردند چون اگر این فضا نبود بازم انتخابات نمیتونست گرم بشه عمدتا خب به خاطر شرایط پرتغالی ناچار بودن از این فضا استفاده کنن بهره برداری کنن از اونها هم تشکر و سپاسگزاری میکنیم و همه عزیزانی که این ایام خدمات لازم رو به مردم دادند حالا من در دولت هم خیلی توصیه کردم که برای آب، برای برق، برای گاز، برای بنزین برای موادی که مورد نیاز مردم هست، کالاهای اساسی همه تلاش بشه که این ایام یه ایام آرامی باشه و خب کار بزرگی شد که یک آرامشی بود همه جا خب اگر این آرامش نبود کار سخت میشد شما حالا فرض کنید مثلا دیروز بخشی از کشور برق نداشت یا بخشی از کشور آب نداشت یا سوخت نبود چه مشکلاتی ایجاد میشد و همچنین مسئله امنیت که خب همیشه ما مرهون خدمات عزیزان ما در امنیت کشور هستیم و دیروز هم بودیم من تبریک میگم به منتخب مردم حالا چون هنوز رسما اعلام نشده من هم با توجه به قانون یه مقداری تبریک رسمی رو من به تاخیر میندازم ولی خب منتخب معلوم هست در این انتخابات که چه کسی رأی به اندازه کافی آورده و امروز منتخب مردم هست و انشاءالله چلو پنج روز دیگر مسئولیت ریاست جمهوری رو عملا به عهده خواهد گرفت و این دولت یعنی دولت دوازدهم هم چلو پنج روز دیگر پایان معموریت و مسئولیتش خواهد بود و همینجا من پیشا پیش افتخار میکنم که ما در دولتی بودیم که سختترین ایام تاریخ ایران رو شاهد بودیم و بار مسئولیت رو در طول یک قرن گذشته حداقل ما روزهایی به سختی این ایام در این سه سال و نیم مخصوصا در این 16 ماه که هم تحریم رو داشتیم و هم کرونا رو داشتیم تونستیم این بار رو بر دوش بگیریم در پیشگاه خداوند بزرگ شاکر هستیم به خاطر توفیقاتی که به ملت داد توفیقاتی که به ما داد به همه خدمتگذاران داد روزهای سختی رو ما پشت سر گذراندیم امیدواریم 45 روز دیگر شرایط بسیار بهتری برای دولت بعدی باشه هم در زمینه تحریم هم در زمینه کرونا و هم در زمینه شرایط کشور ان خب اگر من بخوام یک خلاصه ای رو بگم از شرایط کرونا و شرایطی که امروز ما با اون هستیم باید بگم ما مجموعاً دو دوره رو پیش رو داشتیم دوره اول دوره بود که کرونا 16 ماه پیش حدوداً آغاز شد و شروع شد بسیار دنیا در برابر این ویروس متحیر بود چی هست، چه کار باید بکنه، ماهیت این ویروس چیه چه مقدار مندگاری داره، خطراتش چه مقداره و به همین دلیل هم خب تلاش های مختلفی در کشورهای مختلف انجام گرفت اما همه رسیدن به اینکه این ویروس یک ویروس خطرناک مصری هست تقریبا به زودی رسیدن که این ویروس به سادگی دست از سر ما بر نمی داره و باز هم به این نتیجه رسیدن که راه فعلا فاصله گرفتن از ویروسه یعنی هیچ چیز دیگری در اختیارمون نبود جز اینکه از ویروس فاصله بگیریم حالا با ماسک فاصله بگیریم با شستن دست فاصله بگیریم با فاصله های فیزیکی به هر حال با نرفتن سفر گاهی وقتا بنا به ضرورت تعطیل فعالیت فعالیت فرهنگی فعالیت اقتصادی این کاری بود که به هر حال شروع شد و انجام گرفت در مرحله اول خب هیچ کشوری در دنیا شرایط سخت ما را نداشت اولا ما بیش از دو سال بود که در جنگ اقتصادی بودیم و منابع مالی فراوانی نداشتیم که به مردم بگیم که خونه بمونید سر کار نرید و ما مشکلات زندگی شما رو به طور کامل حل میکنیم این شرایط ما شرایط بسیار سختی بود فرق میکرد با کشورهایی که بعض مالیشون بسیار خوب بود تحریم نداشتن مشکل نداشتن این مسئله اول مسئله دوم جنگ اقتصادی بود کشور در یک محاصره 100 درصد بود و من خیلی خوشحال شدم که پریروز این مقام آمریکایی رسما اعلام کرد گفت که از امروز ما تحریم برای واکسن و ماسک رو از روی ایران ور میداریم یعنی هرچه ما میگفتیم آقا ما تحریمیم این آدمای تروریستی که در کاخ سفیدن نمیذارن ما واکسن بخریم بعضی ها تردید میکردن میگفتن آه چه کار به تحریم داره تحریم که با تحریم مربوط نمیشه الحمدلله این آدم با زبون سریحش جنایتش رو برملا کرد یعنی سریحا گفت که از امروز ما اجازه میدیم به بانک ها اون دو چیز هم اسم برده. یکی ماسک یکی واکسنه گفته برای ماسک و واکسن ما ایران میدیم ما اجازه میدیم به ایران که پول رو جابجا بکنه معلوم شد که آمریکای ترام که تروریست بود بایدن با هم معلوم شد در این مدت چند ماه همون مسیر غلط رو ادامه داد خب ببینید ما در چه شرایط سخت و مشکلی بودیم از اونور در منابع مالیمون به خاطر تحریم دو سال قبل از این طرف به خاطر ادامه تحریممون که نمیتونستیم از پولمون استفاده کنیم برای واکسن با چه سختی با چه مشکلات تو همین جلسه امروز توضیح داده شد که برای اینکه یه مقدار پول برای کوواکس جابجا کنیم چقدر تلاش شده این روزها دستگاه های مختلف تا این پول رو جابجا کنن پول ما که سالهاست الان در کشورهای مختلفی که ادعا میکنند که با تروریسم میانه ای ندارند متاسفانه قفله حالا از همسایگانمون گرفته تا کشورهای دوردست همه اینا ورشتن اموال ما رو نگه داشتن به خاطر اجرای تحریم ظالمانه آمریکا خب ما این دو تا مشکل بزرگ داشتیم که دنیا نداشت یکی منابع ما به خاطر دو سال خورده ای جنگ یکی مسئله این که ما نمیتونستیم پولمون رو برای خرید تجهیزات و از جمله واکسن جابجا کنیم اما خب خداوند یک نعمتهای بزرگی هم به ما داد علا رغم این مشکلات نعمتهای بزرگی هم خدا را باید شاکر باشیم اولا مردم بسیار خوب و همکار ما مردم خیلی همکاری کردن یعنی هر جا بهشون گفتیم آقا در مغازه رو ببندید سفر نرید سخت بود براشون مشکل بود براشون پذیرفتن قبول کردن بعضیا با روی گشاده حتی علا رقم سختی قبول کردن این مردم عزیز این مردم خوب این مردم همراه این مردمی که منافع ملیشون بر منافع شخصیشون ترجیح میدن سلامت دیگران رو بر راحتی خودشون ترجیح میدن این مردم عزیز و خوب این مدافعان سلامت فداکار که از روز اول آمدن به میدان شب روز همه در همه سطوح از سطح وزیر گرفته تا پایین ترین سطح همه افراد همه اونایی که مدافع سلامت بودن هر مسئولیتی داشتن حضور پیدا کردن تلاش کردن و خب کار بزرگی هم در بخش سلامت در همین مدت انجام گرفته ما روز پنجشنبه در همین سالون به صورت ویدیو کنفرانسی هزار و دویست تخت بیمارستانی جدید رو افتتاح کردیم و آقای وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کردند که در این یک سال گذشته حدودا هر ماهی حدود هزار تخت جدید ما افتتاح کردیم کار بسیار عظیم و بزرگی است اول کرونا دو تا آزمایشگاه داشتیم الان 400 تا آزمایشگاه داریم در همین دوران کرونا تخت های ویژه ما دو برابر شده در همین دوران کرونا ما اکسیژن ساز ما 400 و و دو اکسیژن ساز اضافه شده به بیمارستان های مختلف سراسر کشور 185 سی تی اسکن اضافه شده در همین مدت به بیمارستان های کشور و 5500 دستگاه کمک تنفسی اضافه شده داروی مورد نیاز تهیه شده انواع ماسک های مورد نیاز طبی تهیه شده انواع گان ها تهیه شده همه چیز که مورد نیاز بوده و یک نفر پشت در بیمارستان نمونده این افتخار بزرگ هم بخش سلامت ما هم البته بخش شرکت های دانش ما هم بخش تولید ما همه دست به دست هم دادن این کار بزرگ رو انجام دادن نکته بعد هدایت مقام معظم رهبری و مراجع ازام و فرهیختگان خب مرتب مقام معظم رهبری تاکید کردن که مردم گوش کنن ستاد ملی کرونا هر چه میگه باید اجرا بکنن خود ایشون شخصا در مراسم هایی که داشت گفت اونی که ستاد کرونا گفته من همون اجرا میکنم بعد این ساختاری که درست شد به هر حال ساختار ستاد ملی کرونا اینکه جمع شدیم هر جا لازم بود تصویب کردیم اجرا کردیم اقدام کردیم در کنار هم بودیم همه آمدیم در کنار هم اختیاراتی که به این ستاد داده شد تلاش هایی که شد من حالا نمیدونم فکر نمی کنم هیچ کشوری الان ما پیدا بکنیم که رئیس جمهور کشور در هفته بین دو تا سه جلسه در طول این شون زمان ویژه کرونا گذاشته باشه ولی نمیدونم بررسی کنه شاید جای دیگر هم بوده ولی ما این کار رو کردیم به حول قوه الهی امروز هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی کرونا ما هست و باز هم اگر تا زندی باشیم تا آخر این دولت هفته های بعد هم انشالله ادامه میدیم تولیدگران ما کار بسیار بزرگی رو انجام دادند در طول این مدت الحمدلله تو مواد غذایی مواد شوینده از روز اول هیچ حتی در ماسک خیلی سریع ما جزو کشورهایی هستیم که ارزونترین ماسک رو در اختیار مردم گذاشتیم و خب این کار کار عظیم و بزرگی بود که انجام گرفت و همچنین ساختارهای مناسبی که از اول دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه سلامت در زمینه اقتصاد دیجیتال در زمینه فعالیت‌های الکترونیک در زمینه ساختارهای مناسب همه اینها انجام گرفت به حال اگر این مدت تلاش نمیشد برای همه این زیر ساختها ما امروز دچار مشکل عظیمی بودیم پس ما سختی داشتیم اما در این حال خداوند یک نعمت های بزرگی هم به ما داد دو طرف باید نگاه کنیم اگر اون سختی ها نبود البته خیلی بهتر بود اما شکرگزار خداوند هستیم و تشکر میکنیم از همه نخبگان از همه فرخیختگان از همه مراجع از مقام معظم رهبری و از همه مردم عزیز و به ویژه از مدافعین سلامتمون این یه دوره بود که به حال در این دوره تا این ماهای اخیر به این صورت گذشت دوران دوم دوران به بازار آمدن واکسن بود یعنی معلوم شد که این ویروس علا رقم همه خطراتش یه چیز قبول کرده و اون واکسن ناچار شده قبول کنه واکسن پذیره به حال یعنی اگر ما کسی رو بتونیم واکسن رو در اختیارش قرار بدیم و تزریق واکسن داشته باشه این واکسن باعث میشه که حالا یه دوز دو دوز حالا هر که مقررات هست وقتی این واکسن رو تزریق کرد در برابر این بیماری مسئولیتش خیلی میره بالا حالا ممکنه در یک شرایطی با یک ویروس متاسون یافته باز هم دچار مشکل بشه اما سلامت جانیش تا حد زیادی حفظ میشه مرگ و میر در سطح بسیار بالایی کاهش پیدا میکنه و اگر بتونیم این واکسن رو در سطح عمده مثلا 75 درصد جمعیت رو واکسن بزنیم خب شرایط بسیار شرایط مناسبی میشه اون وقت برای حفظ مردم حتی برای انتشار این بیماری هم شرایط بسیار متفاوت خواهد شد خب در موضوع واکسن الحمدلله ما گرفتار بگو مگوها نشدیم یه ده آمدن گفتن اصلا واکسن نباید زد بالا. یه ده گفتن این واکسن چون تمام مراحل علمیش طی نشده پس ممکن خطر داشته باشه پس نباید استفاده کرد چون به هر حال ما این مواردی که دارن اجازه میدن دنیا ما هم داریم تزریق میکنیم داخلی ما هم که میرسه همه یک مجوز استراری داره صادر میشه دوره های علمیش که باید مثلا دو سال سه سال طی بکنه به خاطر خطر این ویروس همه ناچار شدن که به هر حال عجله کنن بگن این کار بشه مثل یک اتومبیلی که باید مثلا یه سال دیگه سب میکردیم همه چیز چک میکردیم الان دیگه ناچاریم حرکت کنیم میگم ما, ما سوار شیم حالا این ممکنه وسط را هم یه جایی بمونه این ماشین چاره نیست چاره نیست جز این که سوار شیم بنابراین واکسن وقتی آمد خب خیلی تردید بود ستاد ملی کرونا تصمیم بسیار خوبی گرفت گفت واکسن باید خریداری بشه معطلم هم نباید بکنیم چون یه گفتن سب کنیم در داخل واکسن ساخته میشه بعدا میاد ما یک روز برای ما مهم بود گفتیم و هر وقت در داخل ساخته شد آمد خب استفاده میکنیم از واکسن داخلی استفاده میکنیم تا نیامده که ما نمیتونیم معطل بشیم و لذا همه اقدامات شد از خرید کوواکس گرفته تا خرید از شرکت کشورهای دوستی که امکان داشت ما از اونها بگیریم عمدتا هم از این کشورها روس و چین بود به هر حال از شرکت های این دو کشور بود ما خریداری کردیم و از کوواکس این سه منبع عمده بود حالا برخی از کشورهای دیگر هم محدود البته برخی از کشورها هم خریدمو پول دادیم نشد به خاطر مشکل خودشون به ما ندادن مثل هند اینجوری شد از اون طرف از آغاز امر ما تصمیم گرفتیم راجع به ساخت واکسن و تولید واکسن در داخل تلاش بکنیم خب جلسات متعددی وزیر محترم بهداشت گذاشت چند تا جلسه خود من گذاشتم با همه اونهایی که مدعی بودن گفتن ما میتونیم واکسن بسازیم ما تصمیم گرفتیم به همهشون کمک کنیم یعنی تصمیم ما این شد همه اینهایی که میگن ما قادریم بسازیم در حدی که توان و امکان وزارت بهداشت میگه اینا دارن ما اینا رو یاری کنیم و اینا رو کمک کنیم وزارت بهداشت هم کنارشون باشه یاریشون بکنه و برن جلو حتی از لحاظ مالی از لحاظ ارزی از لحاظ تأییدی که وزارت بهداشت باید در مراحل مختلف انجام بده همه این کارا شد الحمدلله و کار پیش رفت امروز به حمدلله ما دو تا واکسن ما مجوز لازم برای مصرف عمومی استراری دریافت کردن یعنی یه واکسن از این هفته یه واکسن از هفته دیگر شروع میشه به واکسیناسیون عمومی از اونها بهره برداری میشه استفاده میشه به نظر من یه افتخار بسیار بزرگی برای کشور ما است البته منحصر به این دو واکسن هم نیست چند واکسن دیگر هم هست اونها یه خورده عقبتر اونها هم میرسن به هر حال حداقل ما پنج تا واکسن در داخل خواهیم داشت و اینکه کشور ایران تو این شرایط سخت در این مدت کوتاه بتونه پنج تا واکسن رو دو تا شعر دو همین هفته عرضه کنه سه تا شعر در ماهای آینده عرضه بکنه کار عظیم و بزرگیست مگه چند تا کشورن در دنیا که الان واکسن کرونا میسازن و تحویل میدن چهار تا پنج تا شش تا خیلی که نیستن عددشون عدد محدوده و ما هم شدیم جزو اون کشورهایی که سازنده واکسن هستیم من واقعا تشکر میکنم از شرکت های دانش منیان. از همه اون عزیزانی که سرمایه گذاری کردن از دو واکسنی که الان به بازار میاد برای تزریق واکسن برکت واکسن کوپاستور اینا هر دوی اینها زحمات بسیار زیادی کشیدن و همچنین دو واکسن دیگری که بعدها خواهند آمد تلاش بسیار گسترده و بزرگی در این زمینه انجام گرفت و این باعث افتخار ما هست ما حتی شاید بتونیم چند ماه دیگه به شرایطی پیدا کنیم که حتی صادر هم بکنیم یعنی به اندازه نیاز داخلیمون استفاده بکنیم صادر هم بکنیم من میخوام به مردم عزیز عرض کنم که دولت دوازدهم در زمینه مسئله واکسن تأمین واکسن و تولید واکسن کار لازم رو انجام داده اونی که برای دولت بعد میمونه فقط تزریق واکسنه واکسیناسیون باید انجام بگیره والا تولید الحمدلله تو خط افتاده داره میره جلو تأمین واکسن هم از کشورهایی که ما میتونستیم باشون قرارداد بسیم پول دادیم داریم وارد میکنیم داریم میخریم البته یه خورده عقب هستن اونا ولی به هر حال داریم از اونا میگیریم از اون 16 میلیون و 800 هزاری که از کوواکس گرفتیم تا میلیون ها دوزی که از شرکت های دیگر مثل چینی و روسی و بقیه گرفتیم پس کار تأمین و کار تولید الحمدلله انجام گرفته کار مجاهدت و فداکاری هم پیشا پیش مدافعین سلامت ما انجام دادن هم انجام میدن مدافعین سلامت همیشه در خط مقدم هستند برای فعالیت خواهشی که ما از مردم داریم دو تا مسئله است یکی این که خب راجب واکسن حرف زیاد زده میشه تو همین جلسه ما هم گفته شد که یه استانی مثلا یکم سختی بیاد واکسن تزریق بکنه به هر حال مسئولین بهداشتی ما و در دنیا هم همینجوره همه میگن تو این شرایط باید از واکسن استفاده کرد حالا ممکنه تو هزار تا واکسنی هم که تزریق میشه یه مورد یه اشکالی مشکلی پیش بیاد دیگه حالا به هر حال واکسنه ولی نفعش با اون ضرر محتملش خیلی فاصله داره نفعش بسیار زیاده چاره نداریم باید از این واکسن استفاده بکنیم مسئولین بهداشتی به ما هم همه چیز رو برای مردم توضیح میدن الان واکسن داخلی ما هم مردم عزیزی که میان تزریق میکنن در واقع در این مرحله داوطلبانه دارن میان و واکسن رو میگیرن البته شرایط روز به روز بهتر میشه و این کار پیش میره این یه نکته نکته دوم این که واکسن به معنای مسئولیت کامل نیست بعضی ها رو من دیدم همین دوز اول که واکسن زدی میگه من واکسن زدم بابا الان سب کنید و دوز دوم هم زده بشه ببینیم چی میشه حتی اگر دوز اول و دوم هر دو هم تزریق شده باشه ما باز هم باید پروتکل های بهداشتی رو مراعات بکنیم به دلیل اینکه موتاسیون ها ما رو نگران میکنه یعنی معلوم نیست این ویروس به همین صورت که بمونه که حالا اول ووهانی بود میگفتیم با این ووهانی کاری بکنیم بعد ووهانی دیگه ازش دیدیم این خطرش کمتر شد یکی دیگه آمد گفتن که این انگلیسیه خب انگلیسی بود عید ما رو این همه اشکال برای ما درست کرد و خب تو این مناظرات هم بعضی ها متاسفانه نمیدونستن هم اطلاعاتشون خیلی ناقص بود در ایام عید ویروس انگلیسی کار ما رو سخت کرد و الا اصلا ما مشکل نداشتیم اگر از خوزستان شروع نمیشد، شد به استانهای دیگه نمی آمد ادامه پیدا نمی کرد ما عید امسال مشکل آنچنانی نداشتیم این ویروس انگلیسی بود که مشکل برای ما درست کرد البته خب مسببه ما این بود که طبق همون مقررات در قرمز و زرد و نارنجی و اینا همه استانداردها باید مراعات بشه الان هم ممکن یه نوع دیگر ویروس برها الان ما مواجه با ویروس هندی هستیم ممکنه بعدا با یک ویروس دیگری مواجه بشیم بنابراین همچنان ما باید مراعات بکنیم پرتوگل ها رو مراعات بکنیم فاصله ها رو مراعات بکنیم دست و ها رو مراعات بکنیم تا انشالله به یک نقطه ای برسیم که نقطه قابل اطمینان باشه برای زندگی مردم تلاش دولت اینه انشالله کاری بکنیم که در پایان تابستان امسال بتونیم نوید بدیم به همه آموزشگاه هامون، همه مدارسمون دانشگاه هامون که انشالله برای سال تحصیلی 1400-1401 انشالله آموزش حضوری انجام بگیره و اقدامات لازم پیشا پیش انجام بشه انشالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته